احتمالا وقتی بچه بودی و انگشت دستتو میشکوندی از خیلی ها شنیدی که نکن بچه مفصل آسیب میبینه، آرتروز میگیری و از این حرفا. سلام، مهسا رضایی هستم و امروز تو این ویدیو یاد میگیریم که اصلا صدای شکستن قولنج از کجا میاد، خطر داره یا نه، و آیا میتونیم از کایروپراکتیک یا همون اصطلاح غیر تخصصی شکست بند واسه درمان دردمون استفاده کنیم. اما قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم یادت نره که منو سابسکرایب کنی. این صدای تق شکستن مفصل از کجا میاد؟ یه مایع نازکی بین مفصل وجود داره به اسم مایع سینوویال که وظیفه روون کردن و تغذیه مفاصل داره. بعضی وقتا فضای بین مفصل افزایش پیدا میکنه و باعث میشه گازایی که تو مایع یا اطراف مفصل وجود دارن به سرعت وارد بشن و شکافا رو پر کنن و باعث ایجاد حباب بشن که بیرون زدن این گازا باعث اون صدای تق میشه. به همین دلیله که نمیتونی پشت سر هم یه مفصل چند بار بشکنی و ازش صدا تولید کنی، چون یه زمانی طول میکشه که این گازا دوباره وارد مایع مفصل بشن. این مایع بین مفصلی یا همون سینوویال از پلاسمای خون میاد و وقتی که جریان خون کاهش پیدا کنه سینوویال کمتری هم تو مفاصل وجود داره، مثل وقتی که خوابیم یا واسه مدت طولانی بی حرکتیم و این احتمال ایجاد شکافو بیشتر میکنه. به همین دلیله که وقتی صبح از خواب بیدار میشی یا بعد از نشستنهای طولانی صداها و کلیکا تو مفاصلت بیشتره، اما وقتی که شروع به حرکت کردن میکنی یا واسه ورزش گرم میکنی متوجه میشی که این صداها و تقها متوقف میشن. و خوبه بدونی که اگه شکستن مفصلات همراه با درده باید از انجام این کار خودداری کنی، چون احتمالا یه مشکلی تو ساختار مفصل یا نواحی اطرافش وجود داره و باید به پزشک مراجعه کنی. اما اگه بدون درده مثل عادت شکوندن انگشتا، مطالعه ها نشون داده که خطری نداره، مثلا هیچ تفاوتی بین افرادی که عادت به شکستن انگشتای دستشون دارن نسبت به کسایی که این عادت رو نداشتن توی دوچار شدن به مشکل آرتروز یا آسیب مفاصل دیده نشده. اما خب شکستن انگشتای دست هیچ فایده و مزایایی هم نداره. ولی با زندگی نشسته‌ای که این روزا پیدا کردیم و همش یا پشت میزیم یا پای گوشی نشستیم، ریسک درد گردن و کمر بالا رفته و ممکنه با شکستن کمر و گردن احساس بهتری پیدا کنی و به صورت موقتی درد کمتری رو حس کنی. اگه شکستن ستون فقرات رو با کشیدن بدن تو توسط خودت انجام میدی ممکنه مشکلی نداشته باشه، ولی وقتی از دوستت بخوای که تو رو بشکونه این کار میتونه خیلی خطرناک باشه، چون ستون فقرات جای حساسی و ممکنه فشار زیادی بهت وارد بشه و باعث آسیب به ستون فقراتت بشه. اما به هر حال شکستن ستون فقرات راه حل رها شدن از دردت نیست و کمکی به حل شدن مشکلت نمیکنه و درد دوباره برمیگرده. به جاش باید سعی کنی که ساعت‌های طولانی پشت میز نشینی و هر نیم ساعت سعی کنی یکم پاشی و راه بری یا حتی برای یه تایمایی با میزای ایستاده کار کنی. همینطور حرکات کششی و ورزش داشته باشی که بتونی از این دردای کمر و گردن پیشگیری کنی. اگه جزو کسایی هستی که واسه خلاص شدن از دردت به متخصصای کایروپراکتیک رو آوردی، باید اینو بدونی که این رها شدن از درد میتونه کاملا موقتی باشه. وقتی یک کایروپراکتر میتونه کمکت کنه که تو مشکل و دلیل دردتو پیدا کردی، تمرینای توانبخشی و استابیلیتی واسه رفع دردت رو میدونی، ولی به خاطر درد زیاد نمیتونی تمریناتت رو درست انجام بدی، در این صورت میتونی از این متخصصا کمک بگیری که دردت کاهش پیدا کنه و بتونی بعدش تمریناتت رو بدون مشکل انجام بدی. اما اگه تنها کاری که میکنی اینه که فقط میری پیش یه کایروپراکتر رو برمیگردی، باید بدونی که این راه کمکی به درمان مشکلت نمیکنه و میتونی فقط یه رفع درد موقتی داشته باشی. خب امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه مطلبای جدیدی رو بهت بگه. اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم لایکش کنی و واسم کامنت بذاری، یا این ویدیو رو واسم دوستات که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرست. اگه هر موضوع یا ایده خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش واسم ویدیو درست کنم توی کامنت ها حتما بهم بگو. خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم. موفق باشی.